بچه ها بهاره بهاره بچه ها بهاره بهاره ایریالما بهاره میبینم که برنامه هم خیلی بت فشار میاد نوچه ها تو میفرستی هر سری که یه پاچه از ما بگیرن ولی ببین شکست های ای که اینا دارن یکیش ای همین داستان تیرماه گذشته و تیرماه امسال دیگه در تیر سال گذشته بهاره تلاش کرد که در استادیوم 100 هزار نفری 100 هزار دختر چادری بیاره یه هفته مونده بود اون استادیوم 100 هزار تایی تبدیل شد به استادیوم 12 هزار 20 هزار تایی اگه اشتباه نکنم نه 12 هزار تایی 12 هزار تایی فوتسال آزادی که بازم نتونست 12 هزار تا دختر چادری بیاره و مجبور شد 5 هزار تا مرد بیاره با 6 هزار دختر چادری و با 11 هزار نفر در اون به حال با هر ترفندی بود اون مراسم اجرا کنه امسال خواست دوباره گندگوزی کنه که البته بالاخره اون باد بزرگ بالاخره ماتت بزرگ هم میخواد که در چیز این خانم بهار جنگ روی نبود و گو ما 100 هزار نفر رو جمع میکنیم تو استادیوم و همه شهرستان اتوبوس مجانی و غیره و غیره و غیره و با پمپاژ گسترده افغانی با همه این وجود ها استادیوم آزادی در بهترین حالت 17 هزار نفر جمع شدند. یعنی در استادیوم اولا 80 اولا این 100 هزار تا که واژه غلطیه بعد که اینکه استادیوم آریا مهر رو که اینا نامش گذاشتن اه آزادی صندلی گذاشتن این استادیوم تبدیل شد به 80 هزار نفره البته نفرم که واید شمارش بچه شی است البته خب چون اونجا الان تو این مراسم میخواستن نفر بدن واقعا نفرن راستن قلادن ولی واید شمارش انسان تن هست که پدر سوخته تن برای خودشون میگن 14 تن 5 تن 72 تن به ما که میرسه نفر واید شمارش شاتو رو ولی نکته ای که وجود داره اینه که 17 هزار نفر بیشتر نتونست جمع کنه و انتقادات دیگه به ما به عنوان برانداز و به عنوان مثلا مخالف رژیم و اینا دیگه نمیرسید خود بخش قابل توجهی هم مذهبی ها اینو فوش دادن چون رقابت شهیدی هم در امر کاسبی هجاب وجود داره یه سفره به نام هجاب پهنه هر کدوم از اینا اگر بتونه احیا کنه بودجای آنچنانی پول حراج شده یه نفت ایرانو میتونه به دست بیاره نفت ایرانو دلن حراج میکنن دو سومش رو دارن کالای مصرفی چینی میگیرن خاک تو سرا انقدر هم شعور ندارن که کالای مواد اولیه کارخانه ای یا ماشین آلات سنگین کارخانه ای بگیرن مواد پلاستیکی و مصرفی در حد مصرف کن آبکش مثلا آبکش یا از این تشتکا چه میدونم تش تشته پلاستیکی لیوان پلاستیکی اینجور چیزها رو دارن از چین میگیرن یک سومش هم که پول میگیرن خرج مملکت نمیشه و گرگ های کاسب هجاب از جمله ستاد امر به و انواع اقسام گروه های احیای حجاب در راستای امر به معروف یا واجب فراموش شده نامش هم میذارن واجب فراموش شده یعنی هجاب واجبی است که فراموش شده دعواهای سنگینی میکنن که بتوانن بخشی از بودجه های این یک سوم پول هر را شده نفت ایران رو بگیرن یکیشون بهار است رقیب های هجاب دیگرش اینو فش میدن به مانند آخون فرهانی پشمات ریخ بهاره آره آمار دارم دیگه خربون شکلت برم آخون فرهانی راستی حالش چطوره چند وقت خبر ندارم ازش کم پیداست آخون فرهانی آخون فرانی سال گذشته با این در رقابت چون این گذاشت تو آزاری اون گذاشت تو میدون امام حسین مراسم حجاب یعنی میخوام بگم تمام دعوایی که بر سر حجاب اینا میکنن بخش قابل توجهیش برای گرفتن اون بودجه حجابه که البته تا این لحظه شیطون بلا آخون کافزاد برنده شده آخون کافزاد فقط امام جمعه مثلا تهران نیست آخون کاف ساد که میشناسیدش که دیگه کازم صدیقی ایشون صرفا بالا کشیده یه، مثلا بالا کشیده شده یه زمین های ازگل باقی گیلاس نیستش که تبدیلش کرده به در حقیقت چی بهش میگن اونجا رو حوزه علمیه یه مثلا ازگل اونجا رو هم بالا کشیده ایشون با حفظ سمت امام جمعه و با حفظ سمت ریاست حوزه علمیه ازگل که زمین های در حقیقت بیچاره و باغ های گیلاس و با همکاری آقای قالیباف ها و هاپول کرد و بالا کشید ایشون با حفظ سمت رئیس ستاد امر به معروفه ستاد امر به معروف داره میترکونه دو سال پیش قبل از اتفاق محسن امینی بود جشن سی میلیارد تومن بود بعد از اتفاق محسنی در سال اول 74 میلیارد تومن بود امسال شنیدم بودجهش 150 میلیارد تومانه یعنی تصاعدی ستاد امر معروف داره پول میگیره همینجوری 150 میلیارد تومن هم امسال بود جشن بود سال گذشته 74 میلیارد تومن بود سال قبلش هم 30 میلیارد تومن بود و این پوفیوزا با وجود این همه بودجه ای که میگیرن آقای خان محمدی سخنگوی ستاد امر معروف وقتی که پیشنهاد میده امید دانا رو بعد به قتل برسونیم میگه که بنیاد 15 خورداد جایزه تعیین کنه برای کشتن امید دانا پشما و پف یوزین همه بودجه میگیری تو میخوای یکی از دشمنان اسلام و مسلمین و شیعه رو از روی زمین ورداری دست بکن تو جیبت حرام لغمه نه پولشو میخوای بدی نه حاضری خودت پاشی بیای منو بکشی که حالا عواقب بعد مثلا مسئله حقوقیش گردن خودت باشه اینجا فقط زیرشون میخوای بزنی در راه اسلام زر زدن خالی به مانند حمایت از مردم فلسطین اینا خودش نکات جالبیه میخواد منو بکشه ولی پولش رو میخواد 15 خرداد بده بنیاد 15 خرداد برای آگاهی جایزه برای کشتن سلمان رشدی رو قبلا تعیین کرده بود یه بنیاد دیگه ایه که در همین موارد جایزه تعیین میکنه که هر کی در مورد اسلام توهینی کرد اینقدر پول میدیم بکشیم بگذریم این از ستاد امر به یعنی رقابت بهار جون با این همه رقبای همشون هم که البته میدونی به خاطر پول نیست این همه رقبای احیای واجب فراموش شده حجاب حضرت زینب تف تو صورت حضرت زینبتون خاک بر سر حضرت زینب به هر حال این همه رقیب دیگه بهاره رو خب این دفعه فشکش کردن دیگه این بالاخره تونست 17 هزار نفر رو ببره تو استادیوم و البته یک شکست بزرگ برای جبهه انقلاب بود و بقیه جبهه انقلاب هم گفتن الانی که ما ای که داریم تو این رقابت هجاب درگیریم بهترین زمانی که بهاره رو بذاریم بهاره دل شکسته حالا اومده اینجا و با همدیگه دیگه میخوایم تحلیلش کنیم ده دقیقه زر زده و این ده دقیقه رو اگه دوست دارید نگاه کنید دوست دارید نگاه نکنید ولی جذابه ولی من حرفای مهم امشبم زدم الان میخوام برم بهاره بازی کنم دیگه بریم یه خود بهاره بازی کنیم ببینیم بهاره چیکار میکنه بهاره آقا تو همه چیزت هم پوشوندی کجا بازی کنیم بفرمایید عرض سلام دارم خدمت تک تک مردم شهید پرور ایران زمین تسلیت عرض می کنم شهادت حاج اسماعیل هنیه رو هم به مردم ایران هم به مردم فلسطین و هر کسی که پیرو و گفتمان مقاومت در دنیا هستش هرچند که شهادت تسلیت نداره چون آرزوی قلبی هر کسی اینه که به اون قشنگ ترین رفتن دوچار بشه که هیچی جز شهادت نیست تبریک عرض میکنم منظورت کتلت شدنه دیگه خب حالا تبریک ویژه از سمت دختران انقلاب به مقام معظم رهبری خانواده شهدا خب خدا کنه که همتون ما تبریک بگیم همتون دیگه به این درجه رفی نائل بشید همتون با هم دیگه کتلت شید بابت این حماسه ای که اتفاق افتاد در چهار مرداد ورزشگاه 100 هزار نفره آزادی 100 هزار تا که الان 80 هزار تا است و خب به حماسه مردم و دو... شیه باخ نداره دیگه الان به تو ماتت این خانم بهار جنگ روی دست خرم فرو کنی میگه ببین دست خر اسیر کردن ما برنده ایم دنیا <تصفح> دیدن که در اوج گرمایی که توی کشور وجود داشت که این گرما مسبب تعطیلی خیلی از ادارجات بود خیلی از شهرها بود عزیز دلم اینجا شوهر سابق خانم جنیفر لوپز این چیچی ای اسمش همیشه یادم میره خود کنسرتش رفتم این که چیزه اینجا گرم گرم بود جزیره قناری 20 هزار نفر تازه توی محیط کوچیکی جمع شده بودن واقعا نه چرا سالونش براش کوچیک بود 20 هزار نفر توی شهر لاس پالماس شمال جزیره گران یا قناری که مرکز پایتخت جمع شدن حالا تو جایی دیگه برای خانم مدونا تو برزیل تو اون گرما برو ببین چه جمعیتی جمع مارک مارک بله آنتونی برای مارک آنتونی 20000 نفر اینجا جمع شدن منم رفته بودم و توی خانم مدونا اون همه جمعیت تو گرما یه میلیون جمع شدن زیر نزنده من برای شیعه تو 17 هزار تا بعد تازه داری با میری گرم بود نیومدن خب زمین کج بود اینا داشتی میگفتی تو اوج گرما مردم نه تنها خودشون رو به این اجتماع چار مرداد ورزشگاه صد هزار نفر رسوندن بلکه دست بچه کوچیک خودشون رو گرفتن و آوردن تو ورزشگاه سو استفاده از بچه هم کردن تو اون گرما بچه که نمیتونه برد انقدر بیشور میخوای بگی که انقدر گرم بود ولی این خانمای شیعه آقایون شیعه انقدر بیشور و حرام لغمو و فلان و فلان و بی بی بی, بودن که اومدن دست بچه های بیگناهشون رو گرفتن و نگفتن که حالا تو این گرما این بچه خون دماغ میشه چی میشه چقدر بیشور خب با وجود همه کارشکنی هایی که اتفاق افتاده بود مردم شما میدیدید که با پای پیاده یا پارکینگ ها رو که نگاه می کردید مملو از ماشین های شخصی مردم بود که هر جوری بود با هر سختی خودشون رو به این اجتماع آره با سختی اصلا استدی ببخشید کجا قراره امشب چیز بدن شام بدن اینجوری اومدن چون اینا شامو دادن غذا دادن هزار تا این داستانا حالا بودن این مردم ایران این عشق مردم مردم ای... ایران مردم ایران میلیون میگونه لعنتی یه تطلو تا بر... تازه توی او... کجا در خارج از ایران یه تطلو برو ببینید جمعیتی جمع میکرد توی استانبول و اینا بعد تو خودتو پاره کردی اتوبوس رایگان از کل ایران چون اگه ایران تهران بود میگفتیم حالا از 15 میلیون مردم تهران از کل ایران اتوبوس گذاشتی تهش هم تازه افغانی اومدن جمع شدن تازه همون افغانیام هم که اومدن 17 هزار تا جمع کردی تازه میگی دسته بچه هاشون هم گرفتن و وردن. دیگه اینا هم که یکی دوتا بچه نمیزن افغانیا که بزنن به تخته تو ایران دیگه بزنن به تخته یعنی میگن دیگه الان یکی از این همسایی یکی از آشناهامون میگفتش که دختری 17 سالشه و برگشته سومی شکم داره و بشه اونتا این سومی تو 17 سالته گفته حالا حالا باز بعد یعنی سیستم تو با این همه افغانی با اون همه بچه‌ای که زایدن آوردن اونجا 17 هزار تا شد اعتماد به باخ نداری دیگه یه قشنگ وایسادی بگی ما باخ نداری میفهمم میفهمم بالاخره شیعه حسینی دیگه شما باخ نداری ایرانو به واجب خدا به واجب خدا. فرهنگ ایرانی نشون میده واجب خدا یا فرهنگ اینجا هم که کم آوردن تو اسلام نه حجاب مال مثلا ما ایرانیاست ما ایرانی هست. هیچ وقت حجاب نداشتیم خودتون پاره کنید برید بالا بیاید پایی ما در ایران باستان چیزی به نام هجاب نداریم پوشش یک امر دیگری است که فقط مال طبقات بالادستی ایران بوده چون هزینه پارچه که پارچه ابریشم و اینام بوده اصولا خیلی پارچه گرون بوده و ما اندازه مای سر من هم آثار باستانی داریم البته که نشون میده که طبقات مختلف در ایران مثل طبقه رقاسه ها و غیره لخت مادرزاد بودن در دوران ساسانی این از این داستان حالا اگه میگید که خب زرتشتی هایی که الان هستن مثل مثلا تو روستای چم و اینا که تو یزن اینا روسری که میندازن خیلی بلنده زرتشتیان ما هم بعد از حمله اسلام چون میومدن به زنها تجاوز میکنن و مجبور کردن تحت سلطه خلفای اسلامی در ایران این روسری زرتشتی هم به وجود اومده ما اساسا در زرتشت هم هجاب نداریم حالا اگر میبینی یه تعداد خانومه یعنی اصلا کلا یک روسری مخصوصی دارن دیا، این تحمیل شده بعد از اسلامه برید بالا بیاید پایین تصاویر مردان تخت جمشید برای ما بد... آخه شما هروم لغمه ها مگه میذاشید که تصویر زنی اصلا روی دیواره ها باشه ما تصاویری که از زنان داریم تصاویر دیواره ها نیست تصاویر کوزه شکسته ها و یا سینی و که خب این تو درسرس مسلمانان نبوده مگه تو حرام لقمه عقب افتاده ای اسلامگرا تصویر زن برهنه ای که باشد مگه میذاری بمونه خراب میکردی 1400 سال هم بالاخره کشور دستتون بوده مثلا من رخت ببین شعور آدم توهین میشه میگن نگاه کنین ما ایرانیان در گذشته همه حجاب داشتیم یک تصویر زن برهنه رو دیوارها نمیبینی پوفیوز اگه تصویر زن برهنه ای رو الان من برات پیدا کنم رو دیوار جمهوری اسلامی تو میراث فرهنگی تو با اون تصویر چیکار میکنه همون کاری میکنه که با جنازه مومیایی رضا شا کرد اصلا نفهمیدیم چی شد چرا چرتا تا پ... چ... آخه پوفیوزا چرا اینقدر مزخرف میگید تو عقب افتاده به دیوانه ذهنی تو اجازه میدید تصویر زن برهنه رو دیوار باشه اونم در 1400 سال شما الانش در اصل گوشی هوشمند انقدر اسکلید میخواستم یه چیز دیگه بگم انقدر اسکلید تو 1400 سال گذشته که واقعا گوشی هوشمند و چه میدونم بروکراسی اداری سه قرنه گذشته و اینجور چیزا نبوده چی بودید دیگه معلومه تصویر زنه برهنه نمیبینیم همه رو داغون کردید حالا برای که ثابت کنن که زنان هجاب داشتن در دوران حخامنشی میرن تصاویر مردان هخامنشی رو در میارن میگن نگاه کن اینا حجاب دارن اونم مردان هخامنشی یا موبد سرشون رو پوشوندن یا به خاطر شرط اقلیمی که از مرکز ایران مثل کویر مثلا لوت و اینجور چیزا تبس و اینا دارن پاداش میارن دارن در حقیقت پیشکش میارن برای پادشاه ایران در نوروز به تصویر کشیده شدن در تخت جمشید اینا رو نشون میدن تو اصلا اگر زنی رو تخت جمشید بود میذاشی سالم بمونه ولو با هجاب تمام تصاویر زنانی که ما داریم همه از کوزه و از سینی و از یک سری آثاری است که در زیر زمین قبلا خاک شده و در دسترس مسلمانان نبوده ما اصلا اساسا تصویر زن با حجاب داریم یا اصلا تصویر زن هر زنی داریم رو دیوارا شما اصلا تصویر زن را رو دیوار ولو با هجاب حرام میدانستی و چرا زر میزنید ای زر 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 من شاشیدم به اون امام زمانتون با این مغزایی نداشتتون همین که امام زمان رو قبول دارید یعنی بیشوری مردم نشون دادن که تو به خدا هیچکی نمیاد اینجوری مثل من اینا رو من مسئله با باز کنه اینقدر قشن با تسلط بگه آقا اصلا ما زن هیچ کده. از تمام این آقاین محقق ایران باستان یه بار نکنم میگن آقا این عقب افتادا میذارن که عکس زن رو دیوار باشه که حالا با حجاب باشه یا بی شما اصلا زن رو میخوای حذفش کنید همین زنای چادری عقب افتاده مثل حال جنگ روی رو همینا رو نمیذاری بیان کاندید ریاست جمهوری به عنوان سمبل حالا یه دونه کاندید هم بذارید حتی کاندید نمیذارید بشن همین زنا رو شما تو وزارت کشور اصلا همه رو حذف کردید حتی تا زن چادری به مانند بهار جنگ روین نمیذاری حیات داشته باشه در جاهای جدی خود سیاسی حکومتتون هر شرایطی و تو سخت بچه ها میگن بهار حامله است از... شر... حامله ای ها... داره بحار حامل بر حامله ای بیچاره بچه در مایه نزدیک به 45 درجه با اون همه سختی و کارشکنی که برای این اجتماع شده بود مردم با ماشین شخصی خودشون با پای پیاده خودشون رو به این اجتماع رسوندن که ثابت کنن پا به پای حضرت زینب هستن ثابت کنن که پای حجاب ایستادن حجابی که هم حکم خداست هم جز فرهنگ ایرانی هستش تشکر عرض میکنم از تک تک خانواده های شهدا که خودشونو به این اجتماع رسونه. خب توهم دیگه کدوم کدوم خانواده شهدا افغانییا رو میگی کدوم مردم ایران خب ببین 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 میخوام ببی... 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 ببی بهاره تعارف نکنیم با هم اگر مردم اومدن تو همایش هم اینا ها... بله شما درست میگی همه ملت داشت. ولی اگه خودت هم میدونیم مثل ما ما همه با هم دیدیم میدونیم نیومدن مردم خفشه دیگه مجلس ما رو نورانی کردن تشکر دارم از مردم که غیرتمندانه در این اجتماع حضور پیدا کردم و قریب به پنجا هزار نفر اومدن تا حبا... پنجا هزار نفر ببین؟ دوبل سوبلن دیگه کلن الان دیگه چوبلم شد 15 هزار نفر اومدن 15 تا 000... نه 17 هزار نفر نهایتا 17 هزار نفر رو تو چطور کردی 50 هزار تو تو پاچمون داری میکنی چه جوری کردی 50 هزار نفر تو پاچمون کردی اینو به بگو میگو... حکایت 300 تا موشک نزده شون که نخورد زدن حتی موشک که زدن نخورد 300 تا موشک نخورده که استاد کرم چاله گفت یهو دیدی نظام هزار تا موشک زد به اسرائیل 300 تا رو در عرض یک ثانیه دوبلش که میشد 600 تا سوبلش میشد 900 تا 100 تام گذاشت روش سوبل و نیم کرد تو پاچمون <applause> تازه منت گذاشت هیسیست وگه نه چوبله میکنم تو پاچتون دقایق پایانی اجتماع هم شما میدیدید که مردم دارن خودشون رو به این اجتماع میرسونن و از مسیرهای دور تهران به هر سختی هزا. که شده خودشون رسوندن که حتی دقایقی تو این اجتماع حضور پیدا کنن که ادای تکلیف کرده هش. باشن. اما اتفاقاتی که افتاد و ما شرمنده هزاران نفر از مردم تهران و اطراف تهران شدیم ساعت ها بهشون وعده داده شده بود که اتوبوس قراره بیاد این مردم رو سوار کنه داخل تهران و اطراف تهران مردم تو اون آفتاب داغ تو اون گرمای شدید دو ساعت منتظر اتوبوس هایی بودن که به ما وعده داده شده بود حتی رابط معرفی شد خوشم هم میاد اعتراف میکنه اتوبوس گرفتیم قضا دادیم فلان حالا اینا مقایسه کن با آرامگاه کوروش در سال 95 95 خورشیدی نزدیک دو میلیون نفر از ساعت 9 صبح تا ده شب چه جوری رفتن سمت آرامگاه کوروش پای پیاده با ماشین با هزینه شخصی تازه جله حکومت جمهوری اسلامی هم وای میستادن درگیر میشدن برن یک وجب خواه که کوروش بزرگ به کل این امامزاده میارزه این بخش ما میگیم فرزند کورش ملت ایران ملت کوروش بزرگه چرا میگیم ملت کورش؟ چون حتی حکومت میخواد جلومونه بگیره هزینه شخصی خطر بازداشت همه اینا رو به جان خریدیم و رفتیم آرامگاه کورش به اون شکل تو اتوبوس گذاشتی قضا دادی ولار دادی افغانی آوردی ولار هزار تا <تصور> پایان تشیع یعنی همین پایان حقارت امام حسینت یعنی همین تحقیر حسین یعنی همین توفت تو صورت حضرت زینبت یعنی همین و این یعنی والا مقامی عناصر ایرانی که مردم کرور کرور خودشون برای آرامگاه کوروش و تخت جمشید و غیره میرن کرور کرور خودشون برای احترام به فردوسی بزرگ میرن و میرن مشهد آرپابوس آقامون فردوسی بزرگ میرن ولی حتی برای دستشویی رفتن حرم رزام نمیرن من سه بار رفتم مشهد رنگ حرم رضا رو ندیدم سه بار خدا یه بار که مثلا 20 نفر بودیم خانم من با من بود اینا ما تور میذاشتیم دیگه 20 نفر رفتیم مشهد و خونه گرفتیم و 20 نفر خونهمون مثلا فکر کنم از خونه حرم رضا دیده میشد یه صد قدم اینا چیز بود بعد یارو که حالا اونجا بودن اینا این دید سه روز ما نرفتیم حالا روز آخر که اون سه روز گرفته بودن خونه اومدیم حساب کنیم که آقا من تا الان مثل شما ندیدم هر کی میاد اینجا میره حرم رضا شما سه روز اینجا بودید یه روزش هم نرفتید حرم رضا گفتم ما رفتیم هر چیز فردوسی بزرگ آرامگاه فردوسی آرامگاه نادرشاه افشار خیلی جا رفتیم رضا خره کیه رضا دوقلو رضا رضا خره <تصح> و الان خودت داری میگی اتوبوس گرفتی فلان گرفتی با این وجود مردم نیومدن خب بود ما رابطه رو به مردم وصل کرده بودیم اون رابط ها جواب گوشی رو نمیدادن یا گوشی هاشون خاموش بود و مردم به هوای این که رابط هایی که گرفته بودن که اتوبوس بگیرن مردم مردم یعنی این عقب افتادای افغانی در حقیقت حامی رژیم رو ببرن من کوچیکم افغانستانی هستم با اینه که شیعه هستن و حامی اینا مشکل دارم و با طالبان هم مشکل دارم و نکته ای که وجود داره میگه رابط منو پیچوندن جواب تلفن منو نمیدادن اینجا مهمه رابط معرفی شده بود ما رابط رو به مردم وز کرده بودیم اون رابط ها جواب گوشی رو نمیدادن یا گوشی هاشون خاموش بود و مردم به هوای این که این رابط ها قبلا بهشون گفته بودن اوه. که اتوبوس فلان ساعت فلان جا حاضر میشه تو گرما وایسادن که اتوبوس بیاد اینا رو سوار کنه از این اجتماع جا موندن و هیچ اتوبوسی مردم ما رو سوار نکرد آخر. شرمنده استان شدیم که به صورت خودجوش تراکت های دختران انقلاب رو پخش کرده بودن تبلیغ کرده بودن از طریق شمال موبایل ها س... از شهرستان ها میخواستی بیاری عیزم 15 میلیون در تهرانه شهرستان ها رفتی تراکت پخش کردی پس با کدوم پول با کدوم بودجه حتما پول بابایی نداشتت آخه مرتی که یه مادر هزار پدر تو از کجا پول آوردی که به شهرستان رو خرج کنی بودجه مملکت ما رو خرج این کلک بازی ها داری میکنی واژن موش شال میکنی از پول نفت ایران بعد 15 میلیون مردم تو ایرانن تو تهرانم هم تو تهران از تهران 15 میلیونی تو نتونستی هشتاد هزار دختر پیدا کنی شهرستان هم پخش کردی رازه در اضافه اینا اینجوری شد یعنی با شهرستان پخش کردی از شهرستان اومده افغانی آمده بچه هاشون هم آوردن هیوره هزار تا <applause> نام کرده بودن و دوست داشتن بیان و این اتوبوس ها توسط مسئولینی که وعده داده بودن ساعتها قبل از اجتماع لغو شد تمام صحبت من این هستش که مردم شما با همه این کارشکنی ها چه اونهایی که جا موندن یکی از دوستانم تعریف میکردن که میگفتن من چقدر ادیت زده تو صحبتش من تختی نکردم و خودش ادیت زده یعنی دو کلمه نمیتونه جلوی دوربین صحبت کنه مجبور شده صحبتش که تموم کرده بشینه تمام سوتی ها رو یا اشتباهات و کلمات ق... ق... تیکه تیکه کنه به هم بچسبونه تو حتی دو کلمه حرف یومیت رو نمیتونی بزنی برای ما میخواد هجاب احیا کنه شخصی بلند شدن بچه ها ما بردارم بیام دیدم مسجد به مسجد مردم جمع شدن دم خونه ها به صورت فامیلی ثبت نام کرده بودن منتظر خیلی نیومدن اتوبوس ها نرفت نیومدن آخه اتوبوس هایی بودن که هیچ اتوبوسی مردم رو سوار نکرده حالا استان ها که قبلش کنسل شد که ما صبحش داخل کانال گذاشتیم ولی بله من خب من براتون گزارش دادم همون راست میگه اینا را باید کارشکنی در حدی حد باشه که مردم تصور میکنن اتوبوس های داخل تهران اطراف تهران میره و هیچ اطلاعی به ما داده نشده و اتوبوس ها نرفته مردم رو سوار کنه من از این ناراحتم که این مردم ساعت ها تو گرما منتظر اتوبوس ها بودن اما با همه اینها گل کاشتید با اون حضور پررنگتون 17 هزار تا همه جا کچل بود خب با اون حضور هماسه سازتون بله حضور هماسه همیشه هم هماسه دارید میسازید هم... تو کار هماسه بازی هستید خب ادامه و به دنیا ثابت کردید که توی سختترین شرایط پای این واجب خدا همه چه طبقه بالا رو نشون نمیدی این فرهنگ ملی خودتون میست همون یه تیکهی که جمع شده بودن چند تا مطلب و چرا بالا رو نشون نمیدی طبقه بالا رو هم نشون بده. که من عرض کنم خدمت مردم آه این هم که خالیه اینجا در محترم اینجا که بله بله همین همین حتی اینی هم که تا تقطی کردی خالیه خب راحت کننده است و تاسف انگیزه که, که یه عده در داخل اینجا هم که پر خالی خوب کشور اومد اونجا هم خالی نگاه کن خالی, خالی. با انتشار حواس در دوربین حواسش هست که پایین باشه فقط خوب آره تصاویر دروغین و خلاف واقع انتقاد نه بلکه تخریب اومد بعد تصاویر درست اینه که نصف تصویر بگیریم از ستوریوم. بعد دیگه فقط هم اون بخشی که مثلا به زور همه رو جمع کردیم اونو نشون بدیم اوکی. سکوهای از بالا ببینید شما دوستانی که حضور پیدا کردن دیدن پایین ورزشگاه کامل پر شده بود گوشواره های بالا هم کامل پر شده بود چندین تا سکوی بالا خالی بود اما اومدن تصویر همینم نگاه کن تقطیه خلاف واقع تو رسانهای خودشون نشون دادم و با پخش کذبیات خودشون پاس گل به دشمن دادن ببین تو که فکر میکنی استادیوم آزادی 100 هزار تاست ما میدونیم 80 هزار تاست یعنی اینجا به نفع تو ولی تو همین که فکر میکنی استادیوم آزادی 100 هزار تاست خودت گفتی چند نفر اومدن؟ پنجا هزار تا یعنی حتی چیزی که تو داری دوبرم تو شیعه یاد باشه شیعه جماعت دوبله سوبله چوبله حتی خودت تو که دوبله سوبله چوبله میکنی همتون هم دیگه کارتون ذریبه دیگه الان زریبه جمهور دارید زریبه در حقیقت هجاب دارید زریبه همه چی رو دارید زریبه اربعین داری ذریبه مثلا شرکت کنندگان مذهبی داری کلا تو کار زریبی توی که فکر میکنی استادیوم آزادی 100 هزار نفر جمع میشن با این ذهنیتت خودت داری میگی نصف استادیوم پر شده خود حرفتونم مبنا قرار بدیم یک افتضاحه براتون ولی با توجه به تجربه و فیلم هایی هم که ما درست حسابی دیدیم و این هم که خدا میدونه از تجمع چهار سال پیشتونه ولی فیلم هایی که کامل در بر اونم معتبری چون مثل خبرگزاری مهر و غیر اینا 17 هزار نفر جمع شدن خب بعضیا به ما گفتن که خب اسم... همین الان نگاه نصف ورزشکار باز نشون داد همون طبقه پایینا یعنی اینجا که این بلنگ رو می‌بینی این طرف رو دیگه نشون نمیده کسایی که کارشکنی کردن برای اتوبوس ها اسم کسایی آلا. که قرار بود اون محوطه نه نه پارچه گذاشته دیگه اینجا رو با پارچه می‌خواد پر کنه ورزشگاه شما نمی... این ور دیگه نشون نمیده خیلی پفیوز من کارم برنامه سازی میفهمم تو داری چه قله طبقه بالام که کلا نگرفتی مگه نمیگی طبقه بالام پر شده درسته مگه اینجا تو تو این لحظه یه عکسی نشون ندادی که آقا طبقه بالام پر شده بود ولی اینا خواستن دروغ بگن اینجا بود دیگه کجا بود یه عکسی نشون دادی حالا عکس نشون چرا عکسش نشون میدی تو این فیلمی که نشون میدی چرا طبقه بالا رو نشون نمیدی دو تا عکس آقا طبقه بالا پره خب چرا فیلمش نشون نمیدی طبقه پایین رو نصفه این خانوم فیلم نشون میده و حواسش از طبقه بالا نیفته عزیزم از اصل گوشی هوشمند این همه خبرگذاری اصلا نکن این کارو حالا میخوای بودجه بگیری میدم تو این ویدیو رو برای ما نساختی برای دشمنای چیزت هم نساختی رقابت داری میکنی تا بتونی در مناقصه ی هجاب پیروز بشی سفره پایه به نام مناقصه در یک مناقصه ای ایشون میخوام در مناقصه هجاب پیروز بشه پروژه هجابو بدن دست ایشون و بودجه چرب و چیل هجاب دست خانم بهاره بیفته ما که اینا رو میدونیم کیسه دوخته کیسه دوخته کسایی که کارشکنی کردن برای اتوبوس ها اسم کسایی که قرار بود اون محوطه ورزشگاه شما نگاه کنید یه قسمت ورزشگاه صندلی نداره تماما سکوه همون جایی که ما بنر زدیم همون جایی که خانواده شهدا نشستن یه عده رفتن داخل مردم از اون سکوی خالی برداشتن فیلم گرفتن اون سکوی خالی چیه حتی شما تو بازی ها یه سکوی خالی بود گروه بابای اونا فیلمی که تو نشون دادی به ما من فیلمی تو باشم. چرا فقط طبقه پایین اونم نصفه طبقه یعنی میای از اینجا ببین تا الان یه دایره است دیگه شما وقتی میخوای فیلم بگیری از اینجا شروع میکنی کلش این بعد بر برمیگردی کل اینو میگیری میای اینجا دیگه درسته این از اینجا شروع کرده فیلم میگیره 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 دقیقا اینجا دیگه نشون نمیده چیزی که بود اینه دیگه نگاه اینا نه کن دور میمیاد که کارشکنی کردن نکا. برای اون از اینجا اومده اومده این الان سایی 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 که قرار بود اینجا محوطه ورزش تموم شد تا همینجا دقیقا فیلمی که خبرگزاری مهر نشون داد کل پایین نشون داد بالا هم نشون داد فیلمی که تو نشون میدی برابر میکنه با خبرگزاری مهر چرا خبرگزاری مهر هم که فیلم کامل نشون داد دقیقا نشون داد که یک نصفه طبقه پایین پر شده بر اساس این هم ما میگیم هیو هزار تا یک نصفه طبقه پایین پر شده از ردیف 8 تا ردیف نزدیک 22 پر شده بود بله در ردیف 8 که تیفوسیه استقلال میشنن تا 22 پر شده بود من چون حال ورزشی ها حاضری زیاد رفتم تقریبا سکوا رو میشناسم تو این فیلم میگه الان این طب این الان ردیف 89 دیگه هشت نوه هست ولی از از ردیف 6 تا مثلا 6 5 4 3 2 1 که اینا جایگاه هر جا, جایگاه یک که تموم میشه از این ور هلال که دوباره شروع میشه جایگاه 36 که تیفوسیای پرسپولیسن تازه اینا رو نشون نمیدیا تو از اول فیلم هم که نشون میدی چنده این سی و سی پنج از ردیف داری بیست و 24 بیست داری نشون این دایی ردیف بیست چهار بیست کنم خدمت مردم محترم آره دقیقا همش داری تقلب میکنه آره دیگه این 25 26 دیگه پشت دروازه ناراحت کننده است 22 این وسط زمین 22 بعد با همه چیزتون تقلبه پوفیوز همه چیزتون تقلبه استادیومت خالی بوده خب حالا یه عده رفتن داخل مردم ایمن سازی نشده اصلا آیه فیلم اگه بود که اصلا شما از این اه... کلی از این چیزا دارید کوادکوپتر داری میفرستادی بالا بالا میگرفتی خفش کسافت من ورزشگاه تو اون محدوده اجازه نشستن نداده حتی دورش هم داربست رفته حتی اون اون داربست تو اونجا نرفته داربست فعلا تو مالتت تو رفته خبر نداری خب برنامه هایی که غیر از فوتبالم بوده کسی اونجا نمیشسته اونجا دکور میزدن اوکی متاسفانه یه نهاد و سازمانی که به ما قول داده بود اونجا دکور زده بشه مثل برنامه هایی قبلی که دکور میزدن دکور رو نزدن و یه عده اومدن از اون سکوی خالی که اصلا جایی نشستن تو هیچ بازی نبود دعواهاشون خودشون حالا جذابتر میشه بوده. بس. ایمن نبوده عکس و فیلم گرفتن گفتن ببینید ورزشگاه خالیه اون یه عده منظورت مثلا خبرگزاری مهر و بقیه گروه مذهبی دیگه چون اونا گذاشتن گروه مذهبی رقیبت یعنی خب و یه عده رسانه خودی اومدن اونارو اونا رو انتشار دادن آفرین رسانه چی یه بار دیگه بگو رسانه چی خوی خالی که اصلا جایی نشستن تو هیچ بازی نبوده ایمن نبوده عکس و فیلم گرفتن گفتن ببینید ورزشگاه خالیه و یه عده رسانه خودی خودی آفرین رسانه خودی یعنی اصلاح طلب نه برانداز نه مستقل نه سوپر حزب ما گفتیم سر پول باشه سر همو میبرید تو میخوای تو مناقصه یه هجاب پولهای هر راد شده یه نفت ایران را از آن خود کنی میگی آقا من چیم کمتر از این یارو کازم صدیقی و طیف و تای مثل خان محمدی و غیره یا اون نسب نصب که تو ستاد امر معروف رفتن بودجه دارن الان دیگه صد, صد میلیاردی میگن از بودجه های دو میلیاردی هفت میلیاردی شروع کردن رسیدن به سی میلیاردی هفتاد و میلیاردی الان صد و, و میلیارد امسال بودجهشون بوده من چی از اونا کم داره من بهاره جنگ روی هم. این همه روسریم هم کشیدم پایین کرکره رو دادم پایین منم برم بودجه رو بگیرم دعوای شما اصلا بودجه است دعواتون اینه الان بهت فشار اومده رقیبان فیلم گرفتن آقا این خانم داره زر میزنه این نمیتونه حجاب احیا کنه بهش پول ندید اومدن اونا رو انتشار دادن و از طرفی یه عده از رسانه های داخلی اومدن اون چند تا سکوی بالا رو که خالی بودن رو گرفتن اون پایین رو نگرفتن که پر شده مردمی که پشت درب موندن رو نگرفتن گوشواره های طبقه بالا که پر شدن رو نگرفتن و اومدن برای دشمن خورال همین همینی که رنی نشون میدی مردم دارن وارد استادیوم میشن و همین مردم که یعنی همین حجابیا آقا همینی که رنی نشون میدی کمی خ... کمه, کمه. تو خانم استادیوم نرفتی تو یه بازی معمولی پرسپولیس استقلال بری تازه یک سوم ورزشگاه پر بشه جمعیتی که پشت در جمع میشن تا وارد بشن چندین برابر همینیه که خودت گرفتی همینی هم که داری میگیری دوباره دلیل بر اینه که تعدادتون کمه نگاه کن چقدر تعداد میگم برای اونایی که میرن اهل ورزشگاه هستن رفتن استادی مازری میفهمن چی میگم در بازیایی که آنچنان مهمم نیست یک سوم ورزشگاه پر میشه جمعیتی که قبلش بخواد ورود کنه به استادیوم در بیرون از این درها جمع میشن چند برابر اینه این هم الان در طبقه بالا سازه میخوان از طبقه بالا با وارد چند در پا موندن رو نگرفتن گوشواره های طبقه بالا که پر شدن رو نگرفتن و اومدن برای دشمن خوراک تعیین کردن دشمن خوراک میرزی خوراک برای ما تعیین کرد درست کرد تعیین میکنی خوراک تهیه کن تو هم برای ما خوراک تهیه کن چه اشکال داره خیلی ها به ما گفتن اسمای اینایی که کارشکنی کردن خب اسمای اینا رو بیارید درسته دختران انقلاب یه سری خانم و دختر هستن که دارن فعالیت میکنن اما ما مثل بقیه نیستیم که بخوایم اسم نهاد یا ارگانی رو بیاریم شاخ اون نهاد یا ارگان ها جرعت نداری بیاری؟ یا یعنی اینکه پیش اونا یه چیزایی داری مثلا قبلا سیغهشون بودی چی بودی چون اینا داستان زیاد تو خودشون دارن یا از داستان های زیرزمین این ور تو مثلا بچه هایی که دارن با هم میریم مثلا راهیان نور وسط راهیان نور اتفاقاتی افتاده داستان هایی داشتی آماری ازت دارن نمیتونم نامشون رو بیارم خب که <applause> مسبب خوشحالی دشمن بشیم که اختلاف بین ما بخواد خوشحالی دشمن رو داشته باشه دشمن دشمن نه ما داریم تو دو دوربین به مردم میگیم میگیم مردم نهادها و ارگانهایی کارشکنی کردن بدون گفتن ما مردم تهران و اطراف تهران رو سوار نکردن نهاد و ارگانی که الان خودشون میدونن کی هستن جایی که باید است تو الان اگه قراری که خودشون بگی خود تلفن میزنی با خودشون صحبت میکنی تو الان داری ویدیو میگیری که ما بفهمیم کی هستن پوفیوس <applause> کامسازی نشده دکور میزدم، دکور نزدن و سوژه رسانه های معاند کردن اینا همه هست ولی ما اسم نمیاریم که دشمن نخواد سو استفاده کنه. دشمن بکنه. دشمن نخنده و دشمن خوشحال نشه. جانب را. انصاف این بود که آه. می اومدن پای درد و دل دختران انقلاب می نشستن. دخترهایی که تلای ببین هیچکی اندازه من دوستت نداره. من همش پای درد دلاتم. هم. همه درد دلات رو به خدا هیچ نگاه نمی کنم. من درد دلات رو نگاه میکنم کنم تا آنالیز هم می کنم. خودشون رو فروختن. لپ تاپ های خودشون رو فروختن که بتونن هزینه های این اجتماع رو تامین کنن. سطح کار چیشنو فروختن؟ نفهمیدم رای فروختن نفهمیدم بگو و دشمن خوشحال نشه جانب انصاف این بود که می اومدن پای درد و دل, دل دختران انقلاب می شستن دخترهایی که طلای رو فروختن لپتاپ های خود آ لپتاپ هاشون میگن رو فروختن جای دیگه رو فروختن شما پاش برسه دا همش دنبال بهانه جهاد نکایی دا یعنی از دین اسلام بخش جهاد نکایش خیلی دوست دارید میفهمم <تصفح> فروختن که بتونن این اجتماع رو رو کنن ست... مثلا خودشون رو فروختن لپتاپ لباشون رو فروختن اصلا داستانهای داستان خیلی زیادی فروختن یه مثلا دست بزنی بیب بیپ کنی مثلا هر دو دقیقه اینقدر فروختن این چیزا ها... اینو خوششون میاد دنبال بهانن مثلا مردای شیعه از اسلام اون بخش سیغه رو دوست دارن زنای شیعه از اسلام اون بخش جهاد نکار رو دوست دارن این این بخشاشون رو لذت میبرن یعنی انقدر بالا بود که حتی بچه های ما به شرکت های خصوصی اتوبوسرانی رانی برای استان ها مراجعه میکردن که بتونن بعد این شرکت های اتوبوسرانی رانی خصوصی رو چجوری شما خصوصی مجاب میکردید رایگان براتون کار کنن <applause> مثلا میرفتید که به عنوان خواهر عینه که مثلا حجاب دارین چادر. ببخشید میتونیم ما میخوایم به خاطر امر خیر حجاب یه کاری کنیم میتونید که شما مثلا بیای برای ما هزینه هم هر چی باشه بعد چادرتونو باز میکنید زیر لخت لو هزینه هم هر چقدر باشه ما اوکی میتونیم تقبل میکنیم <applause> خب از با شرکت های خصوصی هم رفتید خصوصی هم مجابشون کردید اتوبوس با پول خودشون با چک خودشون با طلای خودشون بگیرن که خب متاسفانه این اتفاق نمی چون مبلغ بالا بود که استانها کنسل شد که توقع داشتیم حداقل اتوبوس داخل تهران و اطراف تهران که ما وعده داده بودن صورت جلسه کرده بودن امضا کرده بودن این اتوبوس بره و نزدیک به 20 هزار خوده مردم رو سوار کنه اما متاسفانه این مردم تو داغی آفتاب موندن و به خونه هاشون برگشتن بعضی اومدن این اجتماع رو زیر سوال بردن گفتن که این اجتماع تا اینجا تا اینجا باید بعد بقیه رو گوش میکنم فقط بهاره تو چقدر دروغ میگی نگارم. این تصاویر همون مراسم این هم خبرگزاری رسمی تونه مراسم هم داره اجرا میشه برای همین تا ویدیو رو چجوری گرفتی با کادر بسته از پایین ویدیو اینه <applause> یعنی صدای بلنگو داره کار میکنه یعنی داره مراسم اجرا, اجرا میشه قطع میکنه فقط صحبه نگاه کن طبقه بالا کامل خالیه این خبرگزاری مهره مرسی پارسا و نگاه کن این وضعیت شما بوده طبقه پایینم هم باز همینجا اینجا که ن از اینجا که من بهت گفتم درسته اینجا پر شده تا اینجا 17000 هزار تا چون طبقه پایین هم میدید کمتر نفر طبقه بالا جا میشه و اینجا رو هم باز نگرفته نه اینجا همه خالیه طبقه پایین یعنی طبقه پایین 36 در تمام, تمام جایگاه خالیه اینجا جایگاه دیگه تمام جایگاه خالیه یعنی اینجا که دیگه جایگاه 8 همون که گفتم یک دو سه پنج سی و هم خالیه از سی و پر شده 35 34 اینا پر شده اومده و اینم 22 اینجا بله از 36 از 35 تا جایگاه 8 یعنی جایگاه 1 2 3 4 5 و 1 2 3 4 5 6 7 اینا خالیه بعد جایگاه 36 ای، این این نا... نه این الان جایگاه 36 می‌بینی دقیقا از جایگاه 35 پر شده اونایی که دیگه ورزشگاه آزادی میرن میدونن چی میگم از سکوی 35 پر شده طبقه بالا هم کلا چیه تو آفسایده؟ سایده هیچ چیش یعنی یک نفر تو طبقه بالا نیست خجالت بکش دیگه تصویرم داده الان داریم حالا تو ادامه لازم شد باز نشون میدیم و حالا شما بقیه خالیات رو ببرد که اینجا چی میگفتی؟ بعضی ها اومدن این اجتماع رو زیر سوال بردن میگه بعضی ها اومدن اجتماع رو زیر سوال بردن خب. و نزدیک به 20000 هزار خوده مردم و سوال کنم و متاسفانه این مردم تو داغی آفتاب موندن و به خونه هاشون برگشتن بعضی ها اومدن این اجتماع رو زیر سوال بردن گفتن که این اجتماع یعنی چی مگه مسئله هجاب رو حل میکنه من یه مسئله خدمت شما عرض کنم شما کدوم اجتماع غیر از اجتماعات بزرگ و سراسری خب این حالا در مورد هم صحبت میکنیم ببین این عکسای دیگه این یعنی طبقه پایین دیگه ببین این دقیقا تا, تا جایگاه چنده این جایگاه یکه این جایگاه یکه نه جایگاه یک یعنی اینه این جایگاه چنده جایگاه هشته از هشت شده هشت یعنی تیفوسیه استقلال از ای یک این تو این تصویر نشون داده میشه کل جایگاه خالیه خانم این یه تصویر این هم تصویر دیگه که نشون میده طبقه بالا فلانه خیلی خب حالا خالیات داری میبندی دیگه برای همون ویدیو رو برای ما با کادر بسته نشون دادی خب بفرمایید خب کدوم اجتماع و تجمع رو میشناسید که بدون ذکر اسم مدده خاص و سخنران خاص و سلبریتی خاص تو این گرمایه هوا بتونه جمعیت قریب به پنجاه هزار نفر رو تو این اجتماع جمع بشن میگه بقیه کسایی که مثل مثلا سلام فرمانده گذاشتن خود اون یارو ابوذر روحی و چه میدونم حسین تاهری و اینا سلبریتی های مذهبی هن دیگه حسین تاهری مثلا مدعای مخصوص خامنه ایه میگه من تو مراسمم هیچ کدوم از این سلبریتی ها رو اصلا بازی ندادم با این وجود انقدر جمع کردم خب داره یعنی چیکار میکنه میخواد مناقصه رو برنده بشه میگه بقیه کسایی که برای امام حسین کار میکنن سلبریتی های درد حسین تاهری دختران انقلاب بلند کردن دختران انقلابی که یک پازل کار حضرت زهرات حالا بگی هجاب بلند کردن اینا حضرت زهرات اونجایی که ما تاریخ خوندیم آلت مردان محله حضرت علی رو بلند کردن حضرت علی هم فهمید غیرتی شد آلا خانم حضرت زهرات رو کشت این داستانه حضرت زهرا یعنی یه کاری کرده بود با بیچاره حضرت علی حضرت علی ازدواج کرده بود پسرای محلشون در حقیقت داماد شده بودن حضرت زهرا فقط یه چیز دیگه بلند میکرد حجاب مجاب و دیگه نمیدونم بفرهنگی داره تو... تا جایی که میدونم تو کتاب بهرال انوار و اینا هم اشاره کرده که حضرت علی هم هر جا پول کم میمون شورت فاطمه رو میبرد گرو میذاشت به فتیش های حالا اون موقع مثلا میگن فتیش های تاجر یهودی و غیره بعضیا فتیش بودم گویا شورت فاطمه است اینا خوششون میومد شورت فاطمه رو میگرفتن پول میدادن به علی خدا شایده این همین چیزی که دارم میگم این تا تاریخشونه کل سال از طریق پاتوق موکب های حضرت زهرایی موکب های امام حسینی تعزیه تاعت کار هنری همین فیلم هایی که شما تو کانال و تو فضای مجازی می‌بینید، دختران کم هجاب و دخترانی که صحفن رو سرشون افتاده رو جذب می‌کنه و همه این دخترها وقتی گره های زی... زهنی... داره توضیح میده به اونی که میخواد بودجه بگیره میگه ببین من میرم تو خیابون با دخترهایی که هجاب ندارن این کارا با... ما کار اینج... بودجه به ما بدی ستاد امر و رو بقیه که سلبریتی دارن چه خروجی داشتن در حوزه هجاب من داشتم نشون تو مجموعه دختران انقلاب رفت میشه تبدیل به کنشگر میشن به خواسته خودشون تو این اجتماع سالیانه ما که روز هجاب هست که امسال عقبتر انداختیم چادری میشن یعنی این اجتماع یک اجتماع بزرگ بود که ما به دنیا نشون بد... به دنیا همیشه هم دنبالی دنیا دنیا اصلا پشمش شما رو حساب نمیدن دنیا الان تو همین سوال چه اصلا همه خانوما اشقاها لخت نشستن کی اصلا به تو آدم حساب جوم میگیرن اینا اون دخترهایی که شما فکر میکنید دخترهایی هستن که تا همینجا بسته چون دارید دیگه توهین به شعور میکنی مثل مورچه که یه قطره آب تو لونش افتاده فکر میکنه دنیا رو آب برداشته سرش مثل کپ کرده تو بر فکر میکنه کل دنیا تاریکه خودش رو چهار تا عقب افتاده مذهبی دیگه دور همدیگه جمع شدن به خاطر بودجه شغل هجاب رو انتخاب کردن در مناقصه هجاب با رقبای دیگر هجاب خودش درگیره داستانه اینجوری واقعا کل دنیا منتر اینن که اینا حالا چیه کیس چه کیسه زباله چه مدل کیسه تو کیسه زباله کیسه زباله کیس است دیگه حالا چه اینجوری بکنی چه اونجوری بکنی کی کلا کیسه تو کیسه زباله اید دیگه همچی یه جوری صحبت میکنه انگار دارن طرحای چه لباسای فشن میدن که الان بر اینجوری هم براشون راه برید همتون تو کیسه زباله اید کلاکسیایید دیگه, دیگه. بگذریم اینم از بهاره شکست سنگین خورده فشار بهش اومده این کلیپ هم داره در حقیقت در رقابت با بقیه بازیگران هجاب در حقیقت کاسبکاران هجاب داره با اونا رقابت میکنه اگر دختری هم یک زمانی اینقدر بیشعور است بی حجاب است ولی میخواد با هجاب بشه با دست اینا با هجاب نشه قربونت برم تا بدون که تو وقتی که جله فیلم اینا همون هجاب و داری میذاری اگر واقعا بازیگر اینا نیستی و اگه یک درصد اینا راست بگن یک نفر واقعا بالاخره آدما همه انگشت یک دست که یه نیستن شاید هم بتونن یه آدمی که یه خود ذهنش حالا خراب تره ذهنش پایین تره ساده تره چه میدونم توی اصلا یه مشکلاتی داره فکر میکنه شاید گناه کرده که این چون زندگی همراه با رنج و سختیه بعد آدم بعد وقت میگه نکنه مثلا به این پوفیوز اهل بیت فوش دادم حالا مثلا این سختی و رنج رو دارم همه ماها سختی و رنج داریم من دارم تو داری هممون هم داریم بعد تو این سختی رنجی از نظر روانشناسی آدم رجوع میکنه نکنه من چون توهین کردم به این یارو مثلا ممل و علی خره و اینجور چیزا حالا این سختی رنج آمده بعد وقتا تو این شرایط روحی روانی خاصه و حرام لغمه هایی مثل بهار جنگ روی میان و مقشویی میکنن هجاب میدن اگر یک زمانی هم واقعا خر شدی خاصی برگردی به اسلام متشیع و, و هجاب از دست اینا نرو چون اینا دارن باید کاسبی میکنن این دعواشون دقدقشون کاسبی هجابه این هم خواستم بهتون بگم کوچیکم